آصف جلالی در سال 1957 میلادی در ولایت کاپیسا متولد شد. وی از تخنیکوم دانشگاه کابل فارغ شده و سالهای پیش مصروف کارهای هنری بود. وی اولین بار در نمایش نماهای رادیو تلویزیون با تمثیل پارچه های نمایشی پرداخت و 18 پارچه نمایشی را در رادیو و تلویزیون افغانستان اجرا کرد. آصف جلالی که بعضها او را به نام کاک آصف می گویند، در چند فیلم سینمایی هم نقشهای را بازی کرده است. از جمله می توان از بازی در دو بخش سریال بلبل، یک قسمت سریال میرک و فیلم کمدی به نام جمون مکتب و فیلم هنری درد نام برد. آصف جلالی ازدواج کرده و دارای 5 فرزند، 3 پسر و 2 دختر می باشد. او برنامه هایی را در تلویزیون های مختلف از جمله شبخند و خنده بازار حضور موفق داشت. آصف جلالی بر مسند طنز و کمدی سالیان اخیر به یک چهره جذاب و پختکار مبدل شده بود. در بازار رابطه های عمدتاً بدون ضابطه در میدان رسانه های دیداری، جلالی مسافر دشوار پیمایی بود که از سنگلاخ های گزنده عبور کرده بود و تا رسیدن به شبخند مرارت ها کشید و از 7 خان رستم درگذشت. او دردها و دل لرزه های ما را به لسان طنز و گویش های خنده آور ترجمه می کرد. در مقام هنرمند، مقابل چشم دوربین و میلیون ها بیننده، نقاب از روی ریاکاری ها، دروغ ها و آلام ناگفته و قابل نگفتن که در درون هر یکی از مالا نگرفته است، چنان ظریفانه برمی داشت و این کار را آنچنان ماهرانه به سر می رساند که از فرط تکان خنده های لذت بخش اصلا سوزش سوختگی های او و خود را فراموش می کردیم. هم می سوختیم و هم کیف می کردیم. برنامه های انتقادی و تفریحی شبخند در یکی از تلویزیون های خصوصی طبقات مختلف بیننده را به خاطر هنرنمایی های چندبعدی آقای جلالی به خود جلب کرده بود. ویژگی جلوه های هنری جلالی در برنامه تلویزیونی نسبت به دیگر هنروران این سرزمین به خوبی قابل شناسایی بود. جلالی کسی که همیشه خنده بر لبانمان ظاهر می کرد و ما را می خندانید. او دیگر با ما نیست. جلالی درگذشت.